بتول خیر ندیده. بیا بیرون ببینم. چیه کبرا خانم صبح همین صبح چی شده؟ آتیش به ریشه ریه عمرتون بگیره. الهی این خونه رو سر همه تون خراب بشه. الهی جلو چشمم پر پر بزنید چون من یه نفس راحت بکشم. شروع کرد کدوم آتیش به جون گرفته دست به اسباب همون من زده. یواشتر صدات هفت خانه اون برتر میره. تو برای ما آبرو نذاشتی. آبرو ندارین که بره گور به گور شده ها. نه تو آبرو داری که از روز اول معلوم نبود بابا ننت که نه اون داداش تنلش بی غیرت. آها حساب کن ببینم کجا داری میری. باز میخوای منو بندازی زیر دست این زن آتیش به جون گرفته؟ آخه من چقدر از دست شما بکشم؟ چقدر فوش بشتم و با حرف نزنم؟ آخه کی به کار تو کار داشته سلیته؟ شماها سگ کی باشین کار به کار من داشته باشین؟ روزگارتون سیاه میکنم بلا خورده ها زلیل مرده های چنه لش گور به گور شده ها. زبانشو با فوش وا کرده. حاج آقا 20 ساله که تو خانه جون کندم، دیگه جونم به لبم رسیده. تو این خانه یا جای من است یا جای خواهر. میگی چی کارش کنم؟ دو دفعه از شوهرش دادم، از خانم که نمتونم بیرونش کنم، رو دستم مانده است. بیندازش بیخریش یه نفر دیگه. حتی حاضر شدم بدمش کاظم خرکچی، ولی اونم خر نشد زیر بار نرفت. خدایا این چه بلایی بود سر ما نازل کردی؟ زن یه خورده حوصله به خرج بده، شاید یه آدم بی زبون بی پدر مادر بدبختی براش دست پا بده. ستومن یک گران. سلام علیکم حاج آقا. علیکم السلام علی آقا. جنسی رو که ما داده بودیم فرستادیم تهرون، سرصداشون در اومده. خیلی واسه این حاج اکبر دل میسوزنی. خب راست میگن حاج آقا، برگه زردارو زده داشته. به جون بچه هاد، امسال همه بلگه ها همینطور است. حاج آقا ما کنوز زن و بچه دار نشدیم. زن نداری؟ چرا نمیفرمایین؟ بفرما بفرما بشین. آهای بچه یه چای تمیز بردار بیار. بفرمایین بفرما دیگه. اینجا حجره خودتونه، بشین داداش. علی آقا تو مثل بچه خودم. آدم تا زن نگیرد نه صاحب خانه زندگی میشد نه آسایش پیدا میکند. اصلا مرگ تنها بخوابد معصیت دارد. بی خود نیست که انجام وظایف شب جمعه اینقدر طرفدار دارد. من از خدا میخوام حاج آقا، دو سالیه که به فکر افتادم، منتها کسی رو ندارم که برام دست بالا کنه. آخه والدی که مرحوم شده. الحمدلله. به به. خب بقیه فامیل چطور؟ خواهری کسی هم ندارم. خلاصه همینطور یالقوز یالقوزم. قصه نخور. خودم دمادت میکنم. مگر شما یه همچین محبتی در حق این بنده بو بکنید. من از خدا فقط همینو میخوام که یه آلونک داشته باشم و یه زن آروم و سربزیر که راحت زندگی کنم. آها پس همشیره من به درد تو میخوره. نجیب بی سر و صدا شوهر دوش بر. اختیار دارین حاج آقا تیکه که شما برای ما بگیرین که بد نمیشه. خب ایشون چند سالشونه؟ نه والا بچه نیست، اما خیالت راحت باشه یه دفعه هم شوهر کرده، قدر زندگی رو خوب میدونه. خب پس اجازه بدید بنده با خاندایی صحبتی بکنم. نه در کار خیر حاجت. انشاءالله مبارک است. این دفتر را هم امضا بفرمایید. انشاءالله به پای هم دیگه پیش. شب و چراغ است. مبارک باشد. مبارک باشد. مبارک باشد. حالا به هم حلال شدیم، میتونی عرش رویت کنیم. با اجازه شما آج امامو شادمان دست شما سپردم. با اجازه شما به شاخ شمشور خوشبخت بشه. بفرمایید بفرمایید شما جلوتر بجانم آج آقا مبارک بشه شنا. بفرمایید مبارک بشه. با اجازه بفرمایید، فقط به پا خفه نکنید. انشالله مبارک. خیلی ممنونم سرفراز فرمیدی، خیلی متشکرم. انشالله مبارک بشه، خوشبخت بشه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، خواهش میکنم. مبارک مبارک مبارک. خدایا خودت به خیر بگذرم. زری زری را ببری.
بده. نرد نمیکنن چنون شرایطی گذاشتم که تا عمر درک بش میزد و بشازد. به من میگی همسن ننتر؟ چی شده چه خبره؟ ملک کنیم اونی که تو بایی من بایی سن بایی مادر تو بایی مده فایده ای نداره خودش رای خونه رو بلده. وای چه حرفا میزنی. چه شبی سر کردم. چه شبی منو تو هجله تا صبح چشم انتظار گذاشت. آخ بمیرم برای دلت. میدونی کجا یادم میسوزه خواهر؟ میدونم خواهر میدونم. بد دردیه که آدمو تا لب چشمه ببرن و تشنه برگردونم. کجایی که بگیرم جر و واجرت بدم. اگه گیرش بیارم جیزالشو میکش. قصه نخور خواهر. اگه حتما اومده باشه تهرون حاج آقا تو این شهر آشنا زیاد داره. هر جا باشه پیداش میکنه. کلی پرسجو کردیم فهمیدیم اومده تهرون. اما نفهمیدم اومده چی خاکی به سرش بریزه. تو این شهر آخه چه غلطی میتونه بکنه؟ بدون الان یه جا از قصه داره به خودش میپیچه و راه نجات هم نداره. ده زود باش دیگه. مردم شرکت کامیار بفرمایی. بله
آقای سفری با شما کار داره. بله چشم چشم بله چشم چشم حتما قربان. بله قربان. با آقای کامیار در مورد استخدام مجدد بنده صحبت فرمودید؟ کامیار سایه تو رو با تیر میزنه، کم دوزی کردی تو این شرکت؟ قربان پس اگر پول خدمتتان هست. چشم بله. البته به عنوان قرض الحسنه. بگو قرض ال پس نده، مفخور حقه باز، چقدر از این پولا گرفتی و پس ندادی؟ قربان بچه ها خرج دارن. مزلقانی میدونی اگه کامیار یه بار دیگه تو رو تو این شرکت ببینه چه بلایی سرت میاره؟ ده برو گم شو، برو گم شو. حالا علل حساب ده برو گم شو. خیلی خوب میرم. با چشم چشم خدافز. آقای سفری، آقای کامیار با شما کار دارن. یه دقیقه دیگه میرم خدمت شون. عجله دارن، میخوان تشریف ببرن بیرون. چشم. بفرمایی تو. آقای سفری، 10 تن کشمش برای ما رسیده. گویا اشتباهی شده که بارنامه‌شو برای شرکت کامکار فرستاد. خواستم اقدام کنین که رفع اشتباه بشه و جنسا رو تحویل بگیرین. شش قربان. آقای سفری. بله قربان. بهتره همین امروز اقدام کنین. متوجه شدین؟ شش قربان. آقای سفری. آقای محسنی از اصفهان اومده. امروز میاد اینجا. من با خانم میرم خرید، تو ببین چی کار داره، کارشو راه بنداز. چشم قربان. آقای سفری، مثل این که درست متوجه نشدین، ایشون تا به حال چندین دفعه اومدن اینجا و سرگردان شدن. میخواستم همین امروز کارشون انجام بدم. چشم قربان. قربان، در مورد استخدام مجدد بنده با آقای کامیار صحبت فرمودی؟ حالا باشه بعدن. باشه بعدن. خیلی جوان فعالیه، دیدی مثل فنر پرید رفت رو دستور من اقدام بکنه. تازه استخدامش کردی؟ 2 هفته از حاج مرتضای رضوی معرفیش کرده. حالا یه بچه مختصری به عنوان قرض الحسنه به بنده لطف بفرمایید. باشه بنده بازی بچه بنده بازی قرض الحسنه بعدا بشه. آقای کامیار باید. آقای سفری، من بعد از هار برمیگردم. آقای سفری. بله. ببینم آقای سفری رو دعوت نمی کنی؟ بله حتما، امشب یه مهمونی خصوصی خونه منه، یعنی جشن نامزدی پسرمه، سعی کنین حتما بیاین. چشم قربان. آدرس خونه ما رو که می دونی؟ نه قربان. پس یاد داشت کنی. من الان چشم قربان. تیاتر دانشگاه ملی اول خیابون دست نزد یه ردیف درست تو کوچه یه سراچه بلاک 68 یه خونه سفید رنگی. یادتون نره حتما بیاین، منتظرتون هستیم. خیلی متشکرم. یه غریبه دیدی به فکر شوهر دادن دختر خواهرت افتادی؟ خیلی دلش بخواد، تازه معلوم نیست میمی راضی بشه. ما رو دیگه رنگ نکن قربونت برم. این خورده تنگ نیست؟ تنگ مده روزه. این که جر خورد. خب براتون میدوزم، مواظب باشید زیاد تکون نخورید. شیک باشه، بندیش تکونی نمیخورم. بنده امشب یک مهمونی مهمی دعوت دارم، منزل آقای کامیار، حتما معرف حضورتون هستن. کت خودم قشنگتره.
چطوره آبجی؟ حواست کجاست؟ میگم شاید بیاد دم نظر. تو این شهر سکس آبشو نمیشناسه. مگه اینجوری هم میشه پیداش کنی؟ آدم اگه خودش گم نشه شانس آورده. خداحافظ. میگم آبجی یه دست از این شمدونا چش روشنی برای حاج آقا بخرم. آخ چش روشنی واسهش بخرم. گیرش بیارم و حسابشو میرسم. کیو میگی؟ اون جونم مرگ شده رو میگم. اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم. برای سرش بیارم که خودش هست کنه. خیلی خوب. بفرمایید تو. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سلام آقا. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید تا با آقای عبدی معرفی تو بکنم. بفرمایید. سفری کجاست؟ دیگه حالا پیدا شد. برو بابا تو هم. بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خیلی خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. آقای عبدی من ایشون پذیرایی بکنید. خیلی متشکرم. بفرمایید. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام مبارک هم باشه. دروازه زیاد خواهش می‌کنم. خیلی خوش آمدید. تو که همش میرفتی یه خوردن به مهمونا بره. چی کار کنم؟ شیره بذارم دهنشون؟ متشکرم. بفرمایید شما بفرمایید. عجب مالی ها خواهر زن منه. پس نون زیر کبابی. مگه ما با هم شوخی داریم؟ شاله بخ بله کار بخوره تو شکمه. پسره از هر حیث خوبه. نمیدونی چقدر کامیار ازش تعریف میکرد. خوشتیپه. شوهر اولت خوشتیپ بود. چه کنی به سر زن جز این که با دوتا بچه ولد کرد و رفت؟ آخه خاله جون شما هر کی میبینین میگین خوبه. عزیز من تو 100,000 تا مرد والا اگه یکی بتونه طاقت بچه های آتیش پاره تو رو بیاره. آدم سالم 2 دقیقه پیش بچه های تو باشه دیوونه زنجیری میشه. ببین این پسره خوبه، محجوبه، همچون حسابی تو مشتته. هر چقدر ازش بگم بازم که اقدس خانم بفرمین پلوما. شوله بر شوله بر و سر نیزه. امان از دست این مردای دله. زن خوشگلم که داشته باشن باز پیکرونی میکنه. ببر اون چه بده چشم ها. پس چرا سفری نیمه؟ دیگه پیداش میشه. آخه کی؟ چه میدونم اگه تو جیب منه. سفری بیا. خوش اومدین آقای سفری. بفرمایید تو. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. خانمم همین الان داشت دنبال شما میگرد. پیداشون میکنم. با خانم جبلی صحبت میکنم. خودم میام حتما پیداشون. شما زحمت. یه ناجور اتفاقی بود. خیلی عذر میخوام. نگاه کن عجب موالی دلم خوش گریم. سرسینت میشم من. شعاله بر شعاله برو خون نامه دو آتیشه. بفرمین تو. بفرمین میمی جان. آقای سفری که صحبتشو میکردن خوشبختم. سلام آقای سفری. میمی ما خیلی ماهه. بله خیلی ماهن. هرچی ازش بگم کم گفتم. مثل هلوی پوسکند از خونش نرفتین. خیلی باسلیقه است. تو رو خدا خاله جون خجالت هم بگیم. فقط یه کمی کم روه. من یه سری به مهمونا بزنم. شما همینجا بشینی جم نخورینا. بشین عزیزم. بفرمین آقای سفر. خواهش میکنم. بفرمین. مثل اینکه شما میل نداره خانم. شما چطوری؟ ای بابا مگه دعوت کنید که شما ببین ببین داره به من لبخند میزنه. برو جلو سر صحبتو باز کن. برای چی؟ قرار بذار 3 نفری بریم بیرون دیگه. خجالت بکش باز شروع کردی. شعاله بر همین الان بر شعاله بر سر نیزه زن. باید برام
خب آخره دیگه برو برس. ای بابا دیگه تو این دوره زن نمیدونه باید چی کار کنه، معلوم نیست مردا چی میخوان. همون چیزی رو که قبلا میخواستن. مثل این که از هم دیگه خوششون اومده. تو با سفری صحبت کن، یه طوری رازیش کن. آدم ها به چه کارایی وا میکنی؟ میگم فردا جمعه است، دعوتش کن با هم بریم بیرون. باشه. شهلا خانم برقصه، شهلا خانم برقصه، شهلا خانم برقصه، شهلا خانم برقصه. خجالت میکشه. خجالت. اگه پیداش کنم چشاشو در میارم. الانی میریم پیش آستقی برات یه سرکتاب باز میکنه، از زیر سنگم شده پیداش میکنه. بیا بریم حاج آقا. الان رفتیم. وای وای بازم رفت اون تو. تا اون دم مرگم یادم نمیره، من بی زبونو تو هجله چشم انتظار گذاشت و فرار کرد. حاج آقا یالا تمومش کن ببینم. آتیشش میزنم، تیکه تیکش میکنم. آخه روا بود با من بی زبونی بی کس کار مظلوم این معامله رو بکنه؟ حاج آقا شب شد. نه خیر، گوشش بده کار نیست. اگه گذاشتم به تن آدم بچسبه. بیا بریم خواهر، اگه بخوای به هوایی حاج آقا بشینی تا روز قیامت هم شوهر تو پیدا نمیکنه. بیا بریم عزیزم. چرا شوهر پیدا میشه؟ البته دختر شما گرهی در کارش هست که بختش باز نمیشه. چه گرهی؟ یتیمی را از خودش رنجانده، باید دو تا گوسفند بکشید. من خودم گوشتش را بین فقرا تقسیم میکنم. باشه، این دختر بختش وا بشه، من دو تا شتر میکشم. خدا برکت بده. پاشو بریم دخترم، پاشو. خوش آمدید، خوش آمدید، انشاءالله درست می شود. سلام. سلام، بفرمایید، بفرمایید. خب، بفرمایید، چه مرادی دارید؟ آقا، شوهر خواهر من گم شده. اگه زحمتی نیست، یه سرکتاب واز کنیم ببینم کجاست. شما خانمی هستید پاک دامن، مهربان، نرم زبان، خوش قلب، اما مدتی است گلی گم کرده دارید، مثال کشتی که در وسط آب باشد، آن هم چه کشتی شکسته ای. دوری شما خیلی اذیتش می کند. خدا مرگم بده. آخ، الان با دلی پردرد و چشمی اشکبار زیر فشار زندگی زجر می کشد. یه خورده تنگ بشیم این همه جا می شود. چشم یه خورده اونجا بتنم بده اون ببینم. پیداش می کنم، خیالتون راه شه خانم. احضار می کنم در صاحب این هیکل ارواح را از سایه. بجارو کرده، با روی خوش و دلی مشتاق و چشمانی اشکبار و آغوشی باز منتظر توست. ایالت خونه رو آب و جارو کرده. خونه رو سرش خراب میکنم. چی رو آب و جارو کرده؟ میفرستمش لا دست ننش. ایوا، آقای سفری، شما اینجا چی کار میکنین؟ شما ها که بازی نمیکنین، اقلا برین تو اون اتاق بشین با هم گپ بزنین. برین 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 تو با هم گل بگین و گل بشنفین. برین. هر دو چی کار کردی؟ شیری جام بازی هنوز جا نیفتاده و بازیکن‌ها به کیفیت تاکتیکی هم آشنا نیستن و از نظر استراتژی دارن همدیگر رو ارزیابی میکنن. به نظر میرسه یکی از پرگل‌ترین مسابقات رو در پیش داریم. حالا هافبک رو چیه تیم؟ باشه رو میره تو یه یارو دیریب که بروش کنه 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 بروش کنه. تمام اعضای تیم در زمین حریف هستن. بازی با اوت.
نشد یه موقعیت دیگه. حمله! وای وای توپ به دفاع میخوره و کورنر میشه. چه موقعیت طلایی از دست داد. مدافعین و مهاجمین در محوطه 18 قدم جایگیری میکنند. فوروارد ها در التهاب یک پیروزی چشمگیر. کورنر از جناح راست روی دروازه حریف. درگیری زیاده. بازی بوی خشونت میده. عجب حریف سمجیه. ولی دفاع تیم به شدت مقاومت میکنه. حالا میبینم که گویا رو دیریپ پندی میده و جلو میره. ها شوت! گل! 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 وای گل پیروزی! گلی که همه در انتظار اون واقعا پیروزی چه شیرینه. تماشاگر از شدت شوق میپا میده. سفری بود سفری یک خوبه سفری هست باری دیگه به انشاءالله مبارک هست. عروس خانم سواد دارم بفرمایی. مبارک باشه. از صمیم قلب بهت تبریک میگم. امیدوارم در زندگی خوشبخت بشی. بهت تبریک میگم. شانس آوردی. میترا زن فوق‌العاده ایه. انشالله خوشبخت بشی. به تبریک میگم. خوب مالی گیرت اومده. خاله جون چرا گریه میکنی؟ اشک شادیه. بس دیگه گریه نداری. دست شوهرت بگیر و برین خونه. تبریک میگم آقای سفری. ایشالا به پای هم پیر شی. خب بریم خونه. خواهش میکنم اجازه بفرمایی. من مطمئنم میترای عزیز و رجبعلی عزیز یک زیر خوش. رجبعلی چیه؟ اسم منه. اسم خودمه. من بهت میگم جی جی. چونه بار جونه بار. جی جی جون خجالت نکش ببوسش. چونه بار. آقای سفری زن خوبی گیره تو جمعه ها. بچه ها صبر کنین کامیار بیاد بالا وایساده حرف میزه. شانس آوردی بی درد سر پدر شدی. پدر؟ هنوز خیلی زوده. آخه میمی جون دوتا توپل موبل خوشگل و مامانی داره. دوتا؟ اونم چه دوتایی مثل فرشته میمونن. آروم بی آزاد. آقای عبدی چقدر حرف میزنید. شما برید من برم بالا کامیار رو بیارم با اجازه. ببخشید. به سلامت. جی جی جو تو ناراحتی؟ نه دارم از خوشحالی پر در میارم. همین الان عقد کردم. همین الانم صاحب دوتا بچه شم. پس برو براشون اسباب بازی بخر بیار که به یت علاقمند بشن. برو عزیزم. اگه یه دفعه دیگه از این کارا بکنی گوشتو میبرم. من کاری نکردم. میخواستم اون پولش بزنم. عیب نداره مادر جون. بچه ها عمو جونه خیلی مؤدب باشینا. خوب سلام. سلام عزیزم حالت خوبه؟ هدیه ناقابلی که فرموده بودید برای بچه ها خریداری بشه حاضره. کامی سولی بیاین ببینین عمو جون چی خریده. بیاین ببینین چه سه چرخه قشنگیه. میچرخه. معمولا سه چرخه میچرخه. خیلی کم رو هستن.
چرا اونجا وایسادی بی تو بشی؟ آخه میدونین من هنوز آشنایی کامل ندارم. بیا بغلم. عمو جونه ها، همون که گفتم عمو نازنازی، سلام کن. این عمو جونه شکل نفتیه. یه چیزی بگو. دختر قند عسل نازنازی. عمو جونه ناز کن، ناز کن. آها چرا میزنی تخمه جن؟ چرا به بچه فوش میدی؟ بیبریم بخواب بیتر بیاد. بیا این سه چرخه مال تو. عمو لغلقو خفه شو. عمو لغلقو تور سگی دفعه دیگه بگی عمو لغلقو همچین میذارم که اجاد پانش یا عمو لغلقو رو تو کم کن بچه. عمو لغلقو سب کن تا به ادب و نزاکت یاد بدم که ادب بزرگترین سرمایه است. مامان چه کاری کرده؟ خوش میگه خجالت بکش مرد گنده با بچه که سر به سر نمیذارم. عمو لغلقو ولش کن، ولش کن، اون بچه هست خوبیت نداره مرد. میبریم شام بخور. چه پول اجازه بده برات سوپ بریزم. بریز پلو سوپتو اول بخور. نایفت میخورم. سوپتو بخور عزیزم. از دست پخت من خوشت میاد؟ نه چی کار میکنی؟ تیزش کردم میخوام تو سر عمو لغلقو بزنم. نه اینجا نه نه سب کن. باش بریم اتاق خواب. تخمه جن ده سب کن نیم بجبی ده سب کن ببینم سب کن ده عدد کنم حالا بیرد نشون میدم. منو دارن اذیت میکنن این نداره ناراحت میشون نیستی که کم کم باهات دوست میشم. خودتو ناراحت نکن عزیزم. این چیه؟ میخوام اینو بزنم تو سر عمو لغلق. بچه بود نداره هیچی نگو. خودتو ناراحت نکن. بیا بریم یه دقیقه اینجا بشین تا حال جا بیاد. من اذیت میکنم. اب نداره. تو باید با بچه ها دوست باشی. چین برو تو
تو باید با بچه ها خوب باشی جیجی عزیزم. دیگه حالی برای آدم. خب حالا یه دقیقه اینجا بشین تا من برم یه دوش بگیرم بیام. باشه. فسقلیا دی برو دی پرو بیرو چیچی عزیزم اون حوله منو بیا. عزیزم پس حوله چی شد؟ چی چی رو مرسی؟ الهی فدای قدت بشه. الهی قربونه من دیگه طاقت ندارم. آخه چی چیری برات بگم؟ من دیگه نمیتونم. آخه همه طوری که نمیشه که. آخه جان فدات بشه. بغلم کنن و پا پیش بغلت میکنم. چشم برسه برای همین اومدم اینجا. من اینجا نه مادم بغلت کنم. آخه جان من به خود رو فشار بده. آخه نه اینجا نه فدات بشم. آخه بیا پیش خودم نمیافتی. انتظار گذاشت و فرار کرد. الهی تیکه تیکه بشه. قصه نخور دیگه خواهر. حاج آقا که الحمدلله آدرس شرکت رو پیدا کرده. گفتن یه سفری نامی تو شرکت کامیار کار میکنه. حتما خودشه. اون شرکت رو سرش میرم خراب میکنم. اونجا یه مش آدم حسابی هستن. یه وقت نری اونجا آب رو ریزی کنی. حاج آقا اومدی؟ نه خیر رضایت نمیده. اصلا خودم میرم. آدرسشو که دارم. از این لباسات خوشم نمیاد. باید بریم با هم چند دست لباس شیک برات بخرم. باشه فرصت زیاده. اداره دیر شده باید برم اداره. صبر کن منم باهات بیام. میخوام کامیاره ببینم. هی امو شرکت کامیار تو همین خیابونه. نمیدونم مرد که لنده هور. پس چی میدونی؟ علی آقا با اجازه. که نمیشه. حالا چطور میشه ما اینجا یه چایی بخوریم؟ اول باید آدمو بخورم بعد تو. قربان تبریک عرض میکنم. چیزی جون من میام میشه کامیار. هی عمو شرکت کامیار کجاست؟ شرکت کامیار خیابون اولی یکی دو تا شرکت داری. یه سری بزن شاید یکی شرکت باشی. میخوام سر به تنه نخش با این آخرست دادم. بره خانم بره دنبال سر نگرد. استاد پارتی کتیراک ورسته فرانسه. چیه؟ رسی هیچ خودت تو آینه نگاه کردی؟ آره چطور مگه؟ گوشت دراز شدی. کلم پیچ تو عجل افتادی ها؟ تازگی ها یه قانونی دارن میگذرونن به نام قانون حمایت خانواده.
فکر نمیکنم دیگه به این آسونی ها بتونی از دست زنت خلاص بشی. خب دیگه من میرم. میری پیش سفری؟ الان نه، ولی یک دو ساعت دیگه برمیگردم با هم بریم خرید. خداحافظ. خداحافظ. خوشی در همون وایسه بینم شرکت کامیار اینجا. این چه جور حرف زدنی؟ حالا مگه چی شده؟ افاده ها طبق طبق سگا به دورش وقت وقت وای چی پرون. حالا چیه؟ بی منو بخوا چی دور روز زمونه ای شده سری که آپارتی لخت و پتی. اوخ جار نه سلام با بنده با تو بیارزه چی کار دارم؟ دنبال این سفری ذلیل مرده میگردم. خیلی خوب تشریف داشته باشین همین الان میگم بیا. انور نونواییه طرف اومده عجب مالیه. طرف کیه؟ زن گرفته اینو دست به سرش کردی. میگم که اگه دلتو زده رد کن بیاد بغل ما. خوشم میاد آتیش مزاج به درد من تشنه میخوره. آقای سفری کجا؟ اگر اشکالی پیش آمده است نوکرت مزلقانی اینجاست. چه خبره؟ چرا از پنجره بالا میری؟ چیزی نیست. گوش کن، یه خانمی اون بیرون نشسته، بهش بگو ما اینجا سفری نداریم، یه جوری ردش کن بره. ای بی 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 چشم خیالتان راحت خدا باشه. بچه هاتون نگه داره بره. میگم خوب مالیه، حفی که از دست بره تا طرف رو هوا نزدنش پاسش بده به رفقا، ثواب داره. ده برو خجالت بکش. کش چرا کش میندازی پسر؟ کش خیالتان از هر جهت راحت باشد. اگر چنین آدمی رو پیدا کردم به شما خبر میدم. شما بفرمایید. خیلی خوب ببینید. تا ابد که نمیشد تو اون شهر کوچیک سگ دو زد. گفتم پاشم بیام تهرون یه کار حسابی گیر بیارم پولی جمع کنم. والله همش به فکر این بودم. او به خوابه هندونی زیر بغل من نزار. کروش شده زنی مرده. خیلی خوب هر چی بوده دیگه گذشته. شما هم که فردا میرین سر خونه و زندگی. بله گاهی اوقات پیش میاد تو زندگی. یه نصیحتی بهتون میکنم همیشه یادتون باشه. از قدیم بزرگان گفتن گرفت. رفت که سفیده صبح برگردیم. شما هم هر چی دیگه حرف زدین و گله کردین بسه. بلند شین بریم بگیریم بخوابین. فکر کنین که امشب شب زفافتونه. اگه شب عروسی نشود امشب علی آقا تلافیشو میکنه پاشی. بنده همینجا جام خوبه. آخه میدونین تاکسی تکون داشت، میلنگش خورد تو سگ دستش، بعد سگ دستش هم خورد تو میلنگش، بعد جفتش خورد تو کمرم. اوخ. پس همونه. تو از اولش هم لق و لوق بودی. بعد آهد پاشین بریم بگیریم بخوابین. میگن همه ی حرفا بین زن و شوهر تو رخت خواب حل میشه. پاشین. واخ من رغبت نمی کنم دست بهم بذاره.
بلنشین بریم بخوابیم. بلنشو ببینیم. واه واه صد سال سیاه. من برم بغل این یک بیری بخوابم. علی آقا بفرمایید. آخ کمرم. آخه میدونین در اون تحت تصادف تاکسی چطوری برام میگم. شما دست و میلنگ و همه چیز تاکسی مستقیم. خیلی خوب حالا بفرمایید. ناحیه از کمر من خورده که نمیرم. جون خواهر بابا. نمیرم. ای با خواهر تو نمیرم. از ریختش بدم میاد. آخه برای چی شوهرت نمیخوام برم بابا جون نمیخوام برم مگه زوره. چرا آخه دلیلشه به من بگو. برو تو خواهر جون. برو جون خواهر برو. باشه میرم ولی به جون خواهر کور بشم. آخه بهش دست بزنم. خیلی خب تو حالا برو تو. من بی زبون و تو هجله میکاری میری ذلیل مرده. عرض کردم که میلن توی کمرم. من میدونم با اون میلنگ چی کار بکنم. سلامتی منم شوهر داشتم و هر شب تنها میخوابیدم. جلو چیش به جونم زد. آخه کمر رو گرم آخه شما که مطلعه میدید. گوش بده آخه تو این تصادف به تاکسی من ماشین آخه شغال دست داره. وقتی که شغال دست داره میشه تو تصادف از هم بگی متلاشی بشه مستقیم به کمر آدم میخوره. و وقتی که کمر خود یک ناحیه از کمر رو میدنگ میاد میشه میدنگ حاج آقا بینه بیرون دیگه اینا دارن میرن. الان اتوبوس حرکت میکنه. نه خیر خبری نیست. شما برین خواهر اگه بخواین منتظر حاج آقا بشین ماشین رفته و برگشته. علی آقا علی آقا با علی آقا کو باز کجا رفتی ناتیش به جون گرفته. الان دوش اسباباره میبستا ولی نمیدونم. نکنه رفته موا؟ نه بابا حاج آقا به کسی مهلت نمیده. از کدوم گوری رفته؟ شاید رفته سر کوچه؟ بیا بریم ببین. بریم علی آقا لاهی به زمین گرم بخوری. کدوم سوراخ خودتو قایم کردی؟ بیا دستو بگیر قلاب کن من برم بالا. باید که بند رو کرتم نزن. نمیجون داد نزن. فقط داد نزن. برات میگم آره چیز شده بود چیزه. اون یارو مزلقانیه که گفتم و گرفتار اون شده بودم. بیچاره تصادف کرد. آره بعد میام خونه برات میگم. آره همون مزلقانی بیچاره الان در حال مرگه. اونم چه مرگی. آره باش. کجاست این آقای سفری؟ مگر امروز نیامده شرکت؟ گویا کسالت داره. کسالت یعنی چه؟ این که نشد بچه ها خرج دارن. آدرس منزلشون رو بدید بنده شرفیاب میشم. بیچاره مزلقانی چنان تصادفی کرده بود که یه جای سالم تو بدنش نمونده بود. چرا؟ آخه میدونی سگ دست ماشینش رفته بود توی شغال دست. یعنی شغال دستش صاف رفته بود تو فرمونش. بیچاره آشولاش شده بود. آخه یکی باید به این راننده های وحشی بگه چرا اینقدر تون میرم. مگه تو این جاده ها سر میبرن؟ همینو بگو. اگه دیده بودیش دلت آتیش میگرفت. نمیدونی چه شبی رو به صبح رسوندم. تو چرا شب موندی؟ من کسی رو نداره.
نه بابا، بیچاره زنش مرده، بچه‌هاش هم گذاشتن و رفتن بی پدر. بیچاره، اگه تو هم به دادش نمیرسیدی معلوم نبود تکلیف این بدبخت چی میشد. میگم چطوره بریم دیدنش؟ نه نمیخوام، نمیخوام. چرا؟ گناه داره، تو خودت گفتی کسی رو نداره. نه بیچاره مزلقانی مرد. آره نمیخواستم سر قضا بهت بگم، صبحم که دیر اومدم رفته بودم امامزاده عبدالله، دفن و دفنش کردیم و برگشتی. بیچاره آقای، اگه بدونی چی به چرا همچی میکنی؟ مثل اینکه یه چیزی رفته توی تنم، توی تنم، نه تو تنبونم. شلوار تنبون چیه؟ پدرم در اومد. وای 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 وای. چرا شلواره تو در میاری؟ آخ داره میزنه. خجالت بکی که توش بچه نخ نشو. یه چیزی برامون تو وول میخوره، برامون تو وول میخوره. دیدم آقا میدونه کنه. دیدم بی اینجا ده درار این وامون دارم درار. حالا با دوباره بگی بخوام. آره تا صبح گرفتار اون مرحوم بودم، دارم از بیخوابی میمیرم. بابا لطوپار شده بود، یه جای سالم تو بدنش نمونده بود. من که باورم نمیشه اون بیچاره مرده، همین یه هفته پیش بود که اون حقه باز همون بهتر که مرد. بذار بخوابمه. بلا تمامی ندارد، برای یک لقمه نان چقدر باید جان کند. یعنی چی؟ من چه میدونم چه خریه. چیه؟ چیه خانم جان؟ مگه جن دیدی خانم؟ شما زنده اید؟ زبونتون رو گاز بگیرید خانم، میبینید که صحیح و سالم جلویتون واسادم؟ شما مگه تصادف نکرده بودید؟ خدا نکند خلاف به عرضتان رسانده. راستش بگو. جونی شما والله. کلا پسر کوچولو، اسمت چیه بابا جان؟ نزنی بابا جان، نزنی. ببینم گفتی مزلقانی چه توشی؟ مرد تموم شده رفت. تموم شده رفت؟ چرا میزنید؟ آخه باس آخ، زنی توخ بجن. مامان مامان اجازه بدید توضیح بدم. من توضیح نمیدم. وقتی که من اجازه نمیدید توضیح بدم سر من کنه میذاری؟ آره بزن، شما بزن. خری به حرف من گوش بده. من باید اجازه بدید من توضیحات کافی به شما بدم. خیلی که نمیشه که اگر شما به حرف من گوش نکنید. این وقت که دیشب رفته بودی کنه تو کام کن از اینجا. سوء
بده. به حرف من شما گوش کنین. ببینید چی میگم آخه. اگر این کار نکنین خیلی خوب ده. امیدوارم برای بار دومم بیوه بشی، برای بار سومم بیوه بشی. شوهر به خوبی من محال پیدا کنین. شوهر خوشگلی مثل من اصلا آی 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 خدا بگم این بچه ها تو چی کار کنه. بگیر سکرمی خواهد. نه جونم جا نداریم، اتاقمون پره. پس تکلیف من چی میشه؟ برای چند وقت اتاق میخواستین؟ نمیدونم. میخوای اتاق اجاره کنی؟ آره عزیزم، تو اتاق سراغ داری؟ من یه اتاق سراغ دارم، اجارش هم ارزونه، میخوای نشونت بدم؟ آره بریم. برو بریم. اوناش اونجاست. زن خیلی خوبیه، صابونه هم بیبست هم جوونه. باز هوای آقا داداشش رو داشته باشه. آقا داداش کی دیگه؟ آش زلیخا خانم صاحب خونه دیگه، خیلی غیرتیه. تا حالا چند نفر رو زده لط و پار کرده. سلام عرض میکنم. سلام آقا. اتاق خالی میخواستم. تنها؟ بله. شما که آقا داداش رو میشناسین، چرا مرد عذب میاری؟ آخه تنهایی تنها نیستن آبجی، والدینشون فعلا مشهدن، تا چند روز دیگه میان. خب پس اگه اینجوره بفرمایین اتاقو بدین. باشه بیا تو. یالا اون آشش اونجاست، آفتاب رو هم هست، بهتر از این گیرت نمیاد. نه بهتر از این گیرم نمیاد. آقا داداش اینا رو داده بیارم. خودش کجاست؟ بیاره میادش. آخه کی؟ گفت فعلا نمیاد. بذارش اونجا. بچشم. یا آقا پس انعام ما رو بدین. حالا چه عجله‌ای داری؟ نه دیگه ما اینجا هیچ کاری نداریم. انعام رد کن بیاد. بیا. قربون دست. سلام. سلام هست کردم. مستجر جدیده. چه نفرم؟ تنها هستم. به یارگوز اجاره نمیده. آبجی و مادرشون مشهدن، تو چند روز دیگه میان. آسه میری آسه میری، سرت هم بلند میکنی، بلند کنی میبرم. چشم بروش کنم. تو هم دیگه نمیخواد بری خرید، دیگه نمیخواد پا تو از این خونه بذاری بیرون. حساب قلومم خودم میرسم. چشم آقا داداش. آقا داداشون منو نشناخت، وگرنه با من شوخی نمیکرد. یه سره تو اون اونوایی کار میکنه، چطور تو رو نشناخت؟ تو رو خدا کاریش نداشته باش. نه ترس، کاریش ندارم، فقط میندازمش تو تنو. بفرمایین بفرمایین، یه چایی بخوریم. اسباب اساسیتون همینه؟ نه خیر، مادرم اینا بعدن میارن. خیلی خب، پس فعلا من اون اتاقو بهتون میدم تا اسباب اساسیتون برسه. گوسفندو که ما کشتیم، گوشتش هم که شما خودت قسمت کردی، اما بخت این دختره هنوز واز نشده. آخه من چی کار کنم؟ گفتم که یک پیراهن مراد بین دو نماز برایش بدوز، بکن تنش. اون دعا را هم که دادم به آب توبه بشور، بده بخوره، خیالت راحت باشه، یک شوهر نجیب و سربزیر برایش پیدا میشه. خدا عمرتون بده. به امان خدا خواهرام. پاشو بریم مادر، پاشو. خب خواهر، شوهر نگونبخت شما پیدا نشده هنوز؟ ده پیدا شد، گردن شکست. ولی باز فرار کرد. عجب عجب، گمونم جادو جنبل کردن، پیش آبجین بند نشد. نذاشتن. اگه همون روز که پیداش کردم قلمه پاشو خورد میکردم، دیگه فرار نمیکرد. علی آقا، علی آقا بیداری؟ اوی سلام. سلام علیکم. صبحونه نخورده داریم میریم. شما چرا زحمت کشیدین؟ اختیار داریم. دست شما درد نکنه، چه صبحونه مفصلی. ببینم شما تنهایی زندگی میکنی؟ نه خونه آقا داداش همین بغله، منتها زنش با من نمیساخت، من اومدم اینجا. مستجره دیگه هم داری؟ زلیخا! ای بای خاک به سرم، آقا داداش اومد.
خوبه، من هفته یکی دو شب میام اینجا. منم باهات میام. پس میترا چه میشه؟ دلش کن بابا اونو. دیر به این زودی دلتو زد؟ سلامتی. اینجوری راحتم، یه اتاق اجاره کردم واسه خودم زندگی میکنم، هر وقت میخوام میرم، هر وقت میخوام میام. ببین بالاخره اگه میترام ولت کنه به هر حال از این زندگی آلاخون بالاخونی خسته میشی. یه صابخونه دارم، زن خیلی خوبیه، اتاقمو مرتب میکنه، رختامو میشوره، تا صبحونه نخوردم نمیذاره از خونه بیام بیرون. ای با علی آقا، صبحونه نخورده میرین؟ آخه نمیخوام هر روز باعث زحمت شما بشم. ای با اختیار داری، دهنه ناشته که نمیشه رفت سر کار. بفرمایی یه پیاله چایی بخوری. آخ چی شد؟ آخ پام پیچ خورد. اجازه ببرم تون بالا. ای با آره یواشتر درد میکنه، یواشتر. من بمالم خوب میشه. یواشتر. نمیدونی چه درد میکنه فشار. کسی خونه ای؟ بهتر شد؟ آره بهتر شد، خیلی بهتر شد. مواظبش باشین. فدات بشم، فدای زیپت بشم. اگه زیپو با کنی جیغ میزنم. فدای جیغت بشم. همسایه ها رو جمع میکنم. فدای همسایه هاش چم. زلیخا فدای ولید کردنه چه؟ فدای نکنه چه؟ چی خبرت من؟ فدای خبرت چه؟ چی کار میکنی؟ چه؟ مثل اینکه صدایی اومد. فدای صدا چه؟ چی کار میکنی مرد؟ یه وقت آقا داداش میاد. فدای آقا داداش چه؟ گفتم بی برم. سب کن آقا داداش، ما عقد کردیم، دیروز عقد کردیم، گفتیم امروز که اخنوما رو گرفتیم بهتون بگیم. بله هست. عروس خانم سواد دارم؟ پس هم گوش بدنید. اینجا خوبه. بذارش اونجا. چه خبره؟ آقا داداش فردا شب سور میده، کلی آدم دعوت کرد. واسه چی؟ خب راست میگه، مردم توقع دارن، میگن دوشمت آبجو شروز کرده، یه چایی هم به کسی نداره. بابا دوشلی سلام علیکم. السلام و علام، صور روزت بخیر. میام شرکت فلان، خدافظ. آقای رئیس و برای بچه های شرکت هم دعوت کن فردا شب تشریف بیارن. اونا کار دارن، گرفتارن، نمیتونن. ده بهشون بگو آخ داداش دعوت کرده.
فکر نکنم اونا بتونن بی بیان. مکه چونشون سن شدن؟ بیاریم ببینیم کی جوانده بکنم. شما زحمت نکشید، شما زحمت نکشید، بنده خودم دعوت چون میکنم بیام. سگه کی باشن که نیام؟ علی آقا گوشت با آقداداش باشه، تو دیگه ناسلامتی دومات شدی. این لباسا که پوشیدی خیلی رین تن تن شدی. باز یه دست لباس تنت کنی که وقتی از زیر بازار چه رد میشی هفت پشتر ما نباشه. خودم برات یه دست لباس مجدی میخرم. منم همینو میگم. زلیخا فعلا لباسای حسن بهش بده بپوشه. بیا بریم. نگاهش کن درو. با اجازه بنده رو لباسای حسن رو تنم کنم. بذارین اونجا. چرا امروز آوردی؟ قرار بود فردا بیاری. مواظب باشی توریش نریزه. تا اون نمیدم ها. حسن کیه؟ شوهر اولم بود، خدا بیامرزتش. اون سرم سیخه آورد. آقا داداش زد تو آبگاش، دو ماه بعد از دنیا رفت. سلام علیکم. لیک، گفته بودم یه صندوقم سیب بفرسته. الان نمیاره. آه، بذارش اونجا. چشم. شدی آدم حساب. بیا پایین ببینم، بیا پایین. بپ نیفتی. خب سینر بده جلو ببینم. نه نشد، جلوتر. شیکم جلوتر. آها حالا یه خود آقا منش را برو. کروکی پایین حرکت. خدا حافظ. نگاه جای للکی رو باش. سلام عرض میکنم قربان. یک وجه مختصری قرض الحسنه. پول ندارم. پس بفرماین. شما بفرماین. چیه؟ یک عرض خصوصی دارم. شما بفرماین. بنده کبرا خانم رو دیدم، پریروز دیدم. البته چیزی نگفتم. به آقای کامیارم البته چیزی نمیگم. من همین 20 تومن بیشتر ندارم. 20 تومن؟ شوخی میفرماین. مخارج خیلی بیشتر از این هاست. این روزها بچه ها کلی لباس و لوازم مدرسه میخوان. مادر بچه ها سفارش لباس داده، بنده یادداشت کردم. اجازه بفرماین. بله، کت و شلوار برای خودم 3 دست، پیراهن و کروات. جمع شده درست 1542 تومان. 42 تومانش هم نمیخواد بدی، مال خودم. خیلی ممنون، من از این پولا ندارم بدم. الحمدلله پیش رفقا اعتبار دارین، قرض کنین. خیلی رو داری ها. قفل دهن ما بیشتر از اینا میارزد ها. آقای کامیار با شما کار داره. چشم، الان میرم خدمت چون. بگیر. با چکه؟ حالا باید بانک هم رفت؟ بفرمایید. با بنده امری داشتید قربان. بشین. چرا به من نگفتی که با میترا حرفتون شده؟ بشین. یه هفته است که سر خونه و زندگیت نرفتی، حتی بهش تلفنم نکردی. بشین. خب از این اتفاقات برای هر زن و شوهر جوانی پیش میاد. من و خانمم با میترا صحبت کردیم، بالاخره راضیش کردیم که آشتی کنیم. میترا امشب میاد خونه ما، تو هم بیا. بهترین فرصت دستتو بذاریم تو دست میترا و بریم سر دیو.
چرا شکلت در میاری؟ چیزه امشب بنده رو معذور بفرمایید قربان. آخه میدونین آقا داداش شوهر خاله دختر خاله دختر خاله مریضه. پس این بهانه ها برای من نیار. بشین تو، امشب حتما باید بیای. معذرت میخوام، من نمیتونم. گفتم بشین بشین. نه خیر، شما خواهش میکنم بفرمایید بشین. تو بشین منم میشینم. شما بفرمایید بشین. ببین تو الان سرت، شما بفرمایید باید بشین. بالاخره میای. چی شد کوچ؟ پیداش کردم. دیشب تا صبح دنبالش میگشتم. کجا بود؟ اجازه بدین. پس را بیفته گه؟ اجازه بدین. قرار آقای کامیار و آقا داداش و دو سه تا گردن کلوف بیان که دست جمعی بریم به خدمتش برسیم. خواهید هر سه را طلاق بدهید آقا؟ بله. دمی در دیگر کار تمام است. این نوترس زنی خانه آقا شما برای کنا ببینم این رو برای کنا شما برای کنا شما برای کنا برای کنا را تی سره تا بپوشو شما از اومار بری. میکنم از اون طرف رفته باشه. چرا مرا میذاری؟ چرا مرا میذاری؟
میزنی در خانه وا میشه یک شوهر، همه چی تمام از در میاد تو به سلامتی دخترتو بهش میده. خدا کنه آسد تقیه. خیلی ممنون خو. قابلی نداره. نجاتم بدین، میخوام منو بکشم. بفرمایی قدمتون سر چشم. بفرمایی این دفعه حرف آستقی درست در اومد. بفرمایی 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 بشینین. بفرمایی اینجا بشینین خانمو. خانمو ایوا بطول شربت بیار. خانمو یا الله، خانمو واسه بطول خواستگار اومده. شب مراد است امشب، بیچارگی آشمال دو ماد است امشب. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، ای یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. از دو چاله در اومد دوباره افتاد تو یه چا، سه تا کم بود یه دفعه چا. شام رسید زیرا بادا بادا مبارک.